خدا رحمت کنه حاج آقا فخر رو، واقعا از بزرگان بود ایشون. حالا ولو اینکه اون موقع که بود اصلا کسی ایشون حساب نمی کرد، یعنی واقعا از اون آدمایی بود که هیچ کی حسابش نمی کرد، ولی اونایی که میشناختن میدونستن کیه. یه موقعی بعضی از کسانی که دور و بر ایشون بودن گفتن آقا بریم اطراف قم، حالا سمت کهک و بالاتر و اینها، که تو تابستون گرم یه هوایی بخوریم. ایشون یه فکری کرد، اونجا امامزاده هم داره؟ گفتن خب بله اونجا امامزاده هم هست دیگه، اسماعیل چی هستی؟ گفتن اونجا امامزاده هم هست. خب بریم، من به نیت امامزاده میام، هوا هم میخوره، خنک هم میشه، تفریحش هم میکنه، اما تمام رفت و آمدش صرف لذت نفس نیست، تمامش میشه عبادت. من به نظرم اگر آدم بتونه این منیت رو که واقعا بت بزرگ ماست، این منیت رو بتونه یواش یواش مزمحلش کنه، یعنی بزرگترین صفت شیطان، بزرگترین که همین او رو زمین زد، این تکبرش تو کاراش، اگه آدم بتونه اینو به هر مقدار که ذل و عبودیت تو آدم پیدا بشه و شکستن در خونه خدا، اون عز ربوبیت پیدا میشه، ظهور میکنه، تجلی، اون توحید تجلی میکنه. یه میان عارفی گفت که تا خدا رسیدن دو قدم بیشتر نیست، خطوتان و قد وصلت، دو گام بردو که رسیدی. یکی اینکه آدم پا رو خودش بگذاره، گام دوم به خدا رسید. یه عارف دیگری شنید گفت او چقدر راه رو طولانی کرده، دو قدم نیست، یه قدم، همون پا رو خودت گذاشتنه، قدم دوم هم اولیه به خدا رسیدن، اون که پا آدم رو خودش بگذاره، اون انجس نجاسات رو که خود آدم اعدا عدو بشه از آدم، او رو اگر زمین گیر بکنه دیگه به هر حال به خدا متعال رسید. یکی از مهمترین حکمت‌های بلاها تو دین همینه، یکی از مهمترین حکمت‌های بلا اینه که این منیت رو از آدم بگیره. همین چیزی که خیلی ها از به هر حال مؤمنین و دیندارا خیلی میگن چرا اینجوریه، چرا انقدر رنج و بلا و سختی تو دنیا گذاشته شده، همینه که این منیت زده بشه. امام صادق علیه السلام تو روایتی فرمود اگه بلاها نبود انسان سر جلو خدا خم نمی‌کرد. منی ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی خودشو مستغنی ببینه طغیان میکنه، ولی وقتی خودشو عاجز ببینه با بلاها آدم عاجز میشه دیگه. مرگ میفهمونه که تو عاجزی، نمیتونی از خودت رد کنی. مریضی میفهمونه تو عاجزی. فقر میفهمونه تو عاجزی. قرض همسال این بلاهایی که هست. امام صادق فرمود لولا سلاسون لابن آدم ما تأت رأسه شیئان، اگه سه چیز، سه تا بلا تو دنیا نبود انسان جلوی خدا هم سرخم نمیکرد. الفقر والمرض والموت، یکی فقر، یکی مریضی، یکی مرگ. شما خودتون یه لحظه تصور بکنید اگه تو این عالم انسان بود ولی فقیر نمیشد، همیشه ثروتمند و مرفه، هرچی میخواست بود. اگر انسان بود مریضی سراغش نمی اومد، همیشه سالم بود. و اگه انسان بود همیشه جاودانه بود، مرگ سراغش نمی اومد. انسانی که همه چی داره، همیشه سالمه، همیشه هم زنده است، همیشه جاودانه است، چه نیازی تو خودش میبینی که جلو خدا خم بشه؟ وقتی تو خودش هیچ جا عجز نمیبینه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اما وقتی خدا تو آدم تو دنیا بلاها رو آورد که فهمید بابا ما کسی نیستیم، به هیچ چی بند نیستیم جز اینکه خدا دستمون رو بگیره، خب وقت این میتونه بفهمه بابا یه قدرت برتری هست، انقدر تو چیزی نیستی، وقت به انکسار میرسه، وقت میشکنه در خونه خدا. از این جهت یکی از بزرگترین حکمت بلاها اینه که منیت رو از آدم میگیره.